کردن شرام بزرگم، داشیام تیپ شیش ترام بزرگم. منو کرده ترام بزرگم، داشیام تیپ شیش به ترام بزرگم. داشیام همه اپسی، البته تیپ شیش نمیم چی سربازه ها؟ تیپ شیش اصلا یعنی چی نمیدونم، من خیلی تو این اصطلاحا وارد نیستم. بخش شیش خب برای زندانی همون بند، تیپ همون بند میشه. اوکی پد همون اول دوری سازم. اوکی اوکی بزرگم، داشیام تیپ شیش ترام بزرگم. خونه چرا تو صرفم، نزنی تو چشا ظلمت، که میگیره چشا تو ظلمت. کدورت ها به این نمیره با صحبت، آبشار میشه رگت سرت، جدا گردنت سویج، بردار خبرت درت، میره میاد خبرت بره. دو تا فلو هست که تو همین 48 ثانیه با دلیوری بچه ها دارم میگن هودات بشه، یکم شبیه آره فلوش. نمیدونم قبلا پوری همچی چیزی زده بود یا نه، یادم نمیاد، ولی آره فلو هودادو میندازه تو ذهن، یعنی اصلا مدل دلیوریش هم کم شبیه برت بره. نبود کسی ارای دور میزنم ات گل پسی، مجلسی میدم بزنی ارکست، ارای دور میزنم ات گل پسی. پیس قدیم میشد از دور گل زد، الان نمیشه. البته اون خودش با من اولد اسکول بازم فیفا جدید میارن، ولی آجی نمیوازه. بزنم ات گل پسی، مجلسی میدم بزنی ارکستی. خیلی مخلصیم همه تماسام کاری، یه جو میزنم به شیرای صافکاری، نداریم با کسی سازگاری، کیر تو تو حساب اسلحه سازمانی، عروست میکنیم میخواست کاری تو تو اسلحه سازمانی. کی بوده اسلحه سازمانی؟ سازمانی میکنه ایرد خواه تو رئیسش، رئیسش کیه؟ اسلحه سازمانی رو کی میده؟ سازمان و رئیس اون سازمان. اینجاست که دارک میشه داستان. سازگاری کیر تو تو حساب اسلحه سازمانی، عروست میکنیم میخواست کاری، داری داستانی سست پانسمانی، میچسبیم خیر تو واسمانی، چون شما خیر تو واسمانی، آویزونن اما پستونا، کارکاسه بیافه تا بستونا، حاجتون زشت روه جستونن، با دست غذا میخورم تو رستوران. داداش با دست سبزی پلو با ماهی باشی که اصلا بایدم با دست بخوری، ولی تو رستوران دیگه با دست قبول گن نمیخوری یزید، مگه اینکه رستوران محلتون باشه. اما آشنا میشناسن بذار نپذیر دیگه، همیشه باید یکی نوشه همین صفت نه، رئیس صاحب اصله سازمانی که هر جوری حساب کنی که همین صفت نیست. حالا اون تئوری رو که وصل کانکشن داره رو بگیری، باز میشه رابطه ایشون و رئیس سازمان و هیچ تیکه به اون نیست. آها یکی بچه میگه چرا بعد 7 ماه یادش افتاد و اینا، تو همیشه باید یه چیزی تو چنته داشته باشی که به موقعش تو ترند بره دیگه، نه بعد همه کارتاتو بازی کنی. متوجه ای؟ تو رستوران حتی رب نگید بچه کونم، عمیق میشه قبرتون، خدا به دجرتون، بچه جون بخیه میشه خرجتون، میریزن خونت بارزانا، صورت تا چفیه پیچه جا باندانا، گیلان زیاد دیدیم این داستانا، چابک سر تا استارا، پیشونیت میشه با چک کشله، زن کسه به خندی و اف پشتت، چک کشله زنگسه چی میکنن ننگشتت، سیبیل خایه کسا سرگی جن، زن خورم قد صدیش ده، شاکی نمیره کسی ها پیش من، قدیمی اونده 125، میگم پانچام خون خاره، از بعد خواه میشه کون پاره، ترک هم دم گوشه مثل گوشواره، انگیزه بهت میده نیست توش ناله. بجی ترک عجیبیه، چهار تا تیکه خوب میندازه، من همونجا گفتم تیکه خوبات نگه میداری، ولی خیلی هم تیکای لفظای لیمو به شدت تکراری، زنگ خورم بیشتر از 118. اینو ساسیمان کنم تو دیوونه خونه میگفت، الو سلام آقای ساسیمان، کارامون دم گوشه مثل گوشواره، چک کشله، ترکیب عجیبی. از اون مثلا اون 40-45 ثانیه اول خیلی بهتر بود، مخصوصا اون کلمه بازیم که همونجا که یکم شبیه فلهودات بود، خیلیاتون داشتین اشاره میکردید، خیلی باحال بود. ولی هرچی داره میاد جلوتر، مخصوصا بعد اون اسلحه سازمانی انگار ترک تموم شد، مثلا بعد اون لفظای نمیدونم خیلی لفظای دم دستی داشت. انتظارم گادپوری بیشتره، از نیمه دوم آهنگ، یعنی نیمه دوم آهنگ ضعیفترین چیزی بود که توی آلبوم داره میشنوی. هنو هست اینا توشماره، دشواره ادامه ولی اون خوشحاله، تا عصبی نشه کارا بی دشنامه، حتی رب نگه دلگو تو ننه، من بودم بودی تو تخدونه ننه، تنبونه تو میکنم بونجل پلشت. خیلی مخلصیم.
به کی داره میگه اینا رو؟ به دوکی که نمیتونه بگه اینا رو، بچه بود چون دوکی هم بود اصلا اون موقع، حالا کار خودش میکرد. ویناک هم حالا کاری نداریم به حد الان نترکیده بود، ولی به هر حال با وانتونز کار کرده بود اون موقع که پوری نبود و پوریا بشیری بود و حتی قبلتر. بعد از اون نمیدونم به کسی که الان دارن ترپ میخونن اینا، ترپ لاتی هاردکور میان بعد بگن دیگه، به یه سری از اونا داره میگه، داره دسته اونا نمیتونه، ولی به بلاد راجبه این لحاظ فکر رو کاغذ تقویمی دارم میگم، چون دوکی هم که به هر حال خودشون لو دادن یه سری چیز ازش تو همون تتپته و اینا که اون موقع هم میخونده و اینا، یعنی دستی به کار داشته. ویناک هم که اصلا از جفتشون زودتر اسمش شنیده شده بود، حالا بغل وانتونز، آرتا، خلسه، اینها خیلی زودتر، حالا شاید نترکیده بود به اون شکل، ولی اسمه بیشتر شنیده میشناختن حالا خیلی ها. یعنی نمیشینه که به اونا بگی الگو تو ترپ منم. البته که راجبه اون داستانه، به این داستان نه ویناک نه پوری هیچ کدوم رو این نمیتونن ادعا کنن رو کدوم این فاز رپ ترکیه، استایل و دلیوری و مدل مو و مدل عینک و هیچ کدوم نمیتونن بگن الگوت منم. حالا میاد ترکیه میره فهم کارم هنوزم، ولی یه دوره بوده ترکیه آقای پوری تا جایی که میدونم، ویناک هم که میدونید مدت ها اینجا بود و اون استایل اون مثلا آدیداس سخت پوشیدنه، عینک به پشت زدنه، اینجاهای دور سر تتو زدنه و فید بودنه و بوکسوری داشتنه و اینا، ریش گذاشتنه و یکم اینجوری خودش آدم بگیره اینجوری سینه رو بده جلو اینا، این استایل رپرای خیابونی ترکیه است. یعنی تو خیلی میبینی از مثلا کسکین بگیر تا بیا حالا مثلا اونایی که بیشتر شنیده شدن ازل و ازیجا فلان، به ما این میبینی اصلا هست خیلی زیاده. بعد اصلا تو خیابونی هم راه میری اینجوری اینا که اشغلاتی دارن، مثلا اون حالت تو ایران پیکان جوانان سوار میشن قدیم و اینا یه ماشین دارن توفاش، اونا اون ماشینا رو سوار میشن، آدیداس هم پاشونه یا نایکی پاشونه، ولی این سخت میپوشن لباس گرم کنی تو و عینک هم پشتشن، این مدل ایناست. یعنی اینم نمیتونی هیچ کدومتون بگین مثلا یکی دیگه از من الگو گرفته، چون اصلا از جای دیگه اومده، میدونی چی میگم، مال جای دیگه است. مثلا این میمونه که بگی مثلا چه میدونم مثلا دیریب رونالدینیوی رو مثلا من تقلید کردی، دیریب زیدانی مثلا من تقلید کردی داری میزنی ازش، اون زده حالا این اونجا میتونه دیده باشه، هیچ فکتی نیست که اون حتما تو رو دیده و از رو تو الگو گرفته، بنابراین جفتشون اینو بگن نمیشینه، چون میگم مال ترکیه است، این داستان مال ترکیه است. اوکی من از هم ضعیف‌ترین ترک آلبوم بود، در حالی که سعی میکرد فکر کنم سه تا فلو عوض کرد، دوتا دلیوری. لحاظ چیدمان سیلابا مخصوصا 40 ثانیه 48 ثانیه اولش خوب بود، ولی هرچی اومد جلوتر حال نداد ترکه، و به نظرم رو همون فلو استایل اول میبرد جلو که همون میگفتید شبیه هو داده بهتر میبود، یه کوچولو هر دنبیل شده بود این چرخشه که توش بود، احساس میکنم لفظ دم دستی و قدیمیم زیاد زنگ خورم بیشتر از 118 حاجی دی نگید تو رو خدا حاجی، یه چی دیگه بگید، یا نه مضمون همینه، کانسپت پانچه همینه، با یه ویژن دیگه بگید اینو. چقدر بعد اینو بشنویم زنگ خورم بیشتر از 118؟ با سلام آقای سوسیمون کن، نه عزیزم من مدیر عامل بانکم، من یه وام میخوام ولی بهرش کم باشه، هماهنگ میکنم وقتی برگشت. چقدر ما بچه بودیم اینو گوش میدادیم.